همشه برزگر روزنامه‌نگار از لندن همراه ما هستند. آقای برزگر، ابتدا درباره این نامه ای انجمن قلم آمریکا به ابراهیم رئیسی و ترکیب امضا کنندگان اون بیشتر توضیح میدید. بله، همونطور که گفتید در واقع این نامه متعاقب اعلام دو هفته پیش پن آمریکا صورت گرفت. دو هفته پیش پن آمریکا اعلام کرد که به سه نویسنده و شاعر زندانی ایرانی زندانی جایزه آزادی برای نوشتن امسال خودش رو اهدا کرده و بعد نامه ای رو خطاب به ابراهیم رئیسی نوشتن و خواستار آزادی این سه نویسنده شدن و اتهامات وارد به اونها رو بی‌مبنا دونستن. در پی اون شماری از نویسندگان سرشناس برندگان جایزه نوبل و همینطور هنرپیشه‌های معروف از نامه پن آمریکا حمایت کردند. کسانی مثل اورهان پاموک، نویسنده ترک‌تبار برنده جایزه نوبل، یا مارگریت اتوود، یا همینطور هنرپیشه‌ای مثل میریل استریپ. خب این اقدامات باعث میشه که نامه پن آمریکا بیش از پیش بازتاب جهانی پیدا بکنه، مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیره و به وضعیتی که زندانیان و هنرمندان و نویسندگان در ایران با اون مواجه هستند، با محدودیت‌های فراوانی که چه در عرصه انتشار و خلق آثار خودشون و سانسور روبرو هستن و چه به دلیل انجام فعالیت‌های هنری و ادبی، صرفاً به دلیل نوشتن و انجام فعالیت‌های ادبی و هنری بازداشت و زندانی میشن، مثل اتفاقی که برای بکتاش آبتیم، حیوان باژن و رضا خندان معوادی پیش اومده. دلیل این سختگیری حکومت بر نویسندگان و در واقع تاکید بر زندانی کردن اونها، اونم همزمان با همگیری کرونا، چه هست؟ ببینید، این یک ثابت در جمهوری اسلامی از همون زمانی که آیت الله خمینی گفت بشکنید این قلم‌ها را، ما شاهد این وضعیت بودیم تا به امروز. فراموش نکنیم که در جریان قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، جان خودشون رو از دست دادن، اون هم با عملیات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، یا با نقشه دیگری که همین وزارت طراحی کرده بود برای انداختن اتوبوس حامل نویسندگان ایرانی به ارمنستان به دره. خب این یک روند ثابت هست در شرایطی که فاسدان بزرگ، متخلصین، اینها آزادانه در درون حکومت حضور دارن و فعالیت میکنن، نویسندگانی که صرفا با نوشتن و با خلق آثار هنری در پی اطلاع رسانی، در پی افزایش آگاهی ها هستن و سانسور رو برنمیتابند، به این شکل مورد در واقع بازداشت قرار میگیرن. و شاهد بودیم حتی کسی مثل بکتاش آبتین که بیمار بود، با قل و زنجیر به تخت بسته شده بود و در حال مطالعه کتاب بود. یعنی در جایی که حکومت با ناکارآمدی کامل داره در واقع با همه مسائل و مصائب موجود در کشور برخورد میکنه، به نظر میرسه که تنها این دستگاه امنیتی و سرکوب هست که در سرکوب مخالفانی که سلاح اونها فقط قلمشون هست داره موفق عمل میکنه. سپاسگزارم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن همراه ما بودید.